در خود شما چند سال استرالیایی؟ من 4 سال است. اینا اگه خاطرات مشترکی صحبت میکنه که ما در زمینه خاطره اینا نه من باور نکردم که داره جدی میپرسه. این یه خطره توی استرالیا مخصوصا توی یک ماه اول. برای من مشکلی باش نداشتم با اینکه من یه تصادفم کرد. باز بعد بریم تو خیابون در درست جدول نریم. خیلی طولانی. ولی تو میتونم میتونیم در درست جدول بریم. خیلی فکر میکنم واقعا مشکله. خاطی باشه کسی میخواد به این استرالیا نیاد. سلام امامپور، وقتتون بخیر. سلام وقت شما بخیر باشه. یه مجموعه برنامه داریم میخوایم شروع کنیم که با هم دیگه گپ گفت بزنیم در مورد مسائل مختلفی که حالا تمرکزش رو مهاجرت هست، حالا خوبی ها بدی ها، تاپیک های مختلف رو با هم دیگه بررسی کنیم، صحبت بکنیم، نظرات شما رو بشنویم. قطعا کمک میشه به دوستانی که میخوان مهاجرت بکنن، تازه مهاجرن، خیلی کمک میشه بهشون، اینا خیلی نیاز دارن بید. باشه، خوبه، باحاله. من البته یه ذره ممکنه که بعضی جاها نظرم متفاوت باشه، شما دوست نداشته باشی، مخاطب دوست نداشته باشه. هدف هم این نیست که چیزی بگم مخاطب حتما دوست داشته باشه. هدفمون اینه که هر کسی تجربه خودشو بگه، بهار با تجربه‌ای که داریم، چیزی که دیدیم، خودمون دیدیم، بقیه دیدن. امروز فکر کنم می‌خوایم در مورد بدی‌های استرالیا. آره، من امروز گفتیم که بذاریم اصلا از اول شروع کنیم بدی‌های استرالیا، ببینیم چه بدی‌های مهاجرت به استرالیا چیا، نکات منفی بیشتر به چشم میاد اینجا، در مورد این صحبت بکنیم. من یه سری تاپیکو درآوردم، حالا یکی یکی روش بحث بکنیم ببینیم نظر شما در موردشون چیه. یه مسئله‌ای که در مورد بدی وجود داره اینه که به معنی اینکه مثلا ما میگیم بدی‌های استرالیا، اون کسی که مهاجرت نکرده نگاهش به این بدی‌ها نسبت به اون کسی که مهاجرت کرده متفاوته. کسی که مهاجرت کرده استرالیا رو با خود استرالیا مقایسه می‌کنه و بعد بدی‌هاش براش مهم میشه. کسی که مهاجرت نکرده استرالیا رو با ایران مقایسه میکنه یا با کشوری که میخواد بیاد. یعنی میخوام بگم مایندست ها خیلی متفاوته. این موضوع همیشه توی پروسه مهاجرتی بولد بوده برای من که خیلی خوب، شما که مهاجرت کردی و این بدی ها رو داری میبینی و به نظرت اینها بدیه، اگه خیلی بدیش زیاده چرا بر نمیگردی ایران؟ این یه سوالی که من همیشه میپرسم از افرادی که خیلی منتقدن به این مسائل. ولی با این نگاه که بدی استرالیا رو با خود استرالیا داریم مقایسه میکنیم، بعضی که اون رفاه مهاجرت رو ما گرفتیم و حالا میخواییم بدیهاش رو در موردش صحبت کنیم، این درست میشه اینجوری؟ اگر همه چیز نسبی هم هست، یعنی ممکنه یه نکته که ما حتی به عنوان بدی شاید بیاریم برای یه سری ها واقعا اصلا چیز بدی نباشه و اصلا به چشمشون نیادی همچین موضوعی. دوستانی که میان اینجا من توی برنامه مختلف صحبت میکنم ازشون میپرسم نکات منفی، اولین چیزی که میگن خب این فاصله دور از ایران، که خب هیچ چاره‌ای هم نداریم دیگه، استرالیا یه قاره دیگه است، خیلی دوره. به نظرتون چیه این؟ واقعا مشکله؟ اولا اگر نظر فاصله و مسافت بخوایم حساب بکنیم، استرالیا، کانادا و آمریکا به یک موقعیت نسبت به ایران قرار دارن همشون، یعنی یک فاصله همشون با ایران دارن. اما لوکیشن استرالیا لوکیشن به نسبت کانادا و آمریکا دور افتاده تریه، به خاطر اینکه دور و بر شما کشورهای کمتری هستند و ما چون کلا همه دنبال اروپا و آمریکا و اینا هستیم، فاصله ها رو با این کشورها معمولا بیشتر در نظر میگیریم. برای همین از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم، فاصله استرالیا از ایران برابر آمریکا و کانادا است، اما دور افتاده تر به نظر میرسه چون دور و برش اینا نیستن. مثلا کانادا بینش اروپا رو داره، که شما مثلا بین کانادا و ایران اروپا وجود داره، که این نظر حسی این موضوع رو به هر حال بولد میکنه. یه نکته که شاید خیلی به چشم میاد به خاطر پروازها هم هست. پروازهایی که به استرالیا میان عموما از مسیر قطر یا امارات دارن استفاده میشن و یه پرواز 2 ساعته داره، بعد یه پرواز طولانی مدت مثلا 13-14 ساعت که خیلی به چشم میاد این موضوع. پروازهایی که شاید به کانادا و اینا میرن وسط راهی اروپایی وجود داره، پروازها معمولا شاید تو اروپا عوض بشن، شاید پرواز بشه مثلا 2-6 ساعت، ولی خیلی وقتا پروازشون 2 استاپ میشه، یعنی مشکل. آره، اونم هستش. یعنی بعد برن ترکیه مثلا، از ترکیه میرن کشور دیگه. مسئله‌ای که به نظر من وجود داره اینه که این موضوع عرفیه که میگن استرالیا دور افتاده است، اما یکم عمیق‌ترش بکنیم یا حداقل نگاهی که من به موضوع دارم اینه که استرالیا دور و برش کشورهای خوبی داره. مثلا ما دور و برمون کشور مثلا فیجی رو داریم، نیوزلند رو داریم، اندونزی رو داریم، فیلیپین رو داریم، مالزی رو داریم، هند رو داریم، چین رو داریم. فرصت‌های خیلی زیادی آقا میجانی توی این کشورها هست. حتی برای توریستی گشتن و تجربه کردن هر کدوم از این کشورها خیلی فرصت‌های زیادی دارن. کسی که تو استرالیا است باید با خودش حساب کنه چند بار میخواد در سال بره آمریکا، چند بار میخواد در سال بره اروپا.
واقعا چند بار الان خود شما چند سال استرالیایی؟ من 4 سال است. 4 سال اروپا رفتیم تو این 4 سال. نه. دوستاتون دور و بریاتون خیلی چند بار مثلا اروپا شاید. رفتن؟ آره دیدم ولی خب نه اونقدر. چند سال چند بار؟ آره مثلا توی 2-3 سال شاید یک بار، 2-3 سال تازه بعد از یه مدتی که زندگی ها روتین میشه. از ملبورن میخوای بری لس آنجلس یه پرواز سوار میشی، بدون استاپ سوار میشی، میری لس آنجلس پیاده میشی با یک پرواز. اگه هدف شما این بشه سالی یه بارم آمریکا بری با یه دونه پرواز 13-14 ساعته، شما میری میرسی آمریکا. از ملبورن شما میخوای بری ونکوور، از سیدنی میخوای بری ونکوور با یک پرواز سوار میشی، 14 ساعت بعد ونکوور پیاده میشی. فقط اروپا چرا؟ چون شما باید بری دبی و از دبی بری اروپا، خب یکم پرواز طولانی تر میشه. ولی چند بار مگه شما میخوای در طول سالها بری مثلا اروپا رو هر سال ببینی؟ آره دقیقاً درست. خیلی به نظر من مسئله بزرگی نیست. شاید من این دوری مسافت یکی اتیده که بولد میشه حالا توی پرواز جت لگه، و مسئله بعدش هم اختلاف ساعت زیاده. اون شاید اینا تا جت لگ که به نظر من خب یه 2 هفته از یه شاید هم کمتر برای بعضی 2-3 روزه برطرف میشه، ولی شاید این اختلاف ساعت چقدر الان اختلاف ساعت با کجا؟ با ایران 7 ساعت و 30 دقیقه الان 7 ساعت و 30 که با اختلاف ساعت شما تو کانادا و آمریکا هم باشه اختلاف ساعت داری. ساعتت کاملا برعکسه، شب شما روز اوناست که این کاملا برعکس میشه. تو استرالیا میخوام بگم که فضا برای گشت و گذار هست، کشورهای توریستی زیادی دور و بر استرالیا هستن، که نکتهش اینه که اونا ساعت اختلاف ساعتی ندارن. ما اختلاف ساعتمون با کشورهای اطرافمون بین 2.5 ساعت تا 4-4.5 ساعته. مثلا ما اختلاف ساعتمون با هند 4 ساعته، با مثلا فیلیپین بعضی وقتای سال 2 ساعت، بعضی وقتای سال 3 ساعته. خیلی اختلاف ساعت کمه. آره اختلاف ساعت اگر بخواید مقایسه بکنید با مثلا کانادا، اونا خب از ما عقب‌ترن ولی نسبت به ایران اینی، ولی استرالیا خب جلوتر 6 ساعت و نیم. ولی خب مثلا میگم بعضیا شاید میخوان با اروپا مقایسه بکنن که خب اختلاف ساعت کمتری وجود داره. کسایی که میخوان کار بکنن، بیزنس دارن، یه مقدار اختلاف ساعت شاید اذیتشون میکنه. خب بریم سر تاپیک بعدی. خیلیا استرالیا رو وقتی میخوان انتخاب بکنن، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه حیوانات عجیب و غریب، حشرات عجیب و غریب، عنکبوت، ما، سوسما، اینا خیلی به چشم میاد. آیا برای شما این بولت هست؟ آیا خیلی براتون این مشکل بزرگیه شما که اینجا دارید زندگی؟ ببین من تجربه شخصیمو میگم، ممکنه که بیننده هایی که دارن نگاه میکنن بگن که آقای هماپور همش میخواد خوبی نشون بده. نه من تجربه شخصیمو دارم میگم. آقای میرجانی اینجاست، میتونه کاملا تجربه شخصیش متفاوت باشه و ما هم هیچ هماهنگی با هم نکردیم که چی بگیم، نشستیم داریم صحبت میکنیم گپ میزنیم. من تجربه شخصی اولین باری که یه نفر اینو تو مشاوره از من پرسید، من فکر کردم واقعا داره شوخی میکنه با من. اولین بار گفته شنیدم استرالیا سوسمار داره یا یه چیز اینجوری، یادم نیست دقیق. من واقعا باور نکردم که داره جدی میپرسه، فکر کردم داره شوخی میکنه. چون برای ما تو زندگی شهری داریم زندگی میکنیم، سوسمار و مثلا مار و اینا که اصلا ما درگیر نیستیم باهاش. اما بعد که دیدم نه خیلی ها دارن این سوالو میکنن، و بعد دیدم که نه بعضی ها حتی مثلا تو کوینزلند تجربه مار هم مثلا تو شهر داشتن، دیدم نه واقعا دغدغه بعضی هست. ببین من تجربه شخصی اینه که حتی یک بارم تجربه تو این 8 سال گذشته تجربه یه حیوانی که بخواد منو اذیت کنه یا مثلا یه ماری ببینم فراغ، اصلا من تو زندگی شهری اینو من ندیدم. آره چون میدونید بعضی وقتا اخبار رو بچه ها کسی که دنبال میخوان مهاجرت بکنن، خب کانال های خبری رو پیگیری میکنن و خب خیلی از این خبرها شاید از کوینزلند میاد، ولی خب باید بعضی وقتا نگاه بکنم ببینم چند دقیقه بار داره این خبره میاد. آره و کوینزلند خب نه آره. زندگی شهری، خب دوستانی من تو کوینزلند دارم، بازم اونا زندگی شهریشون رو دارن انجام میدن. ممکنه شما برید توی مزرعه زندگی کنی، خب تو مزرعه حتما مار میبینی، برای همین رفتی دیگه، حتما حیوان میبینی. و خب اینجا یکی از دلایلش خب چون مسالمت آمیز بودن زندگی آدم و حیوانات هست، و هر حال حتی توی شهرم، چون واقعا اینجا اگر یه ماری تو خونه بیاد اجازه کشتنش رو ندارن، یعنی باید حتما خبر کنیم بیان اینو دوباره میان رهاسازی میکنن برمیگردن به طبیعت. و خب اینا شاید باعث بشه دیده بشه تک و توک، ولی واقعا اونجوری نیست که زندگی رو مختل بکنه. عنکبوت مثلا هست، شما اگه خونه باشه، آپارتمانی نباشه، بیرون خونت پاتو میذاری تو بالکن، دور بالکنت همه عنکبوتایی هستن که من فکر می‌کنم تو شمال هم می‌بینیم، یعنی حتی تو شمال ایران هم شما برید بیرون شاید با یکم یه درصد اینجا بیشتر، حالا چون تنوع دارن مثلا یه مقداری. منم خود من تو این مدت 4 سال شاید 2-3 بار از این عنکبوتای بزرگ دیدم که واقعا خطرناک هم نیستن، هانتسمن بهشون میگن، خطرناک نیستن ولی خب زشته، شاید آدم خیلی خوشش نمیاد، من خودم خیلی دوست ندارم، ولی واقعا اینجوری نیست که هر روز ببینی زیاد دیده بشه اذیتت کنه، حتی برای کسی که فوبیا دارن ترس این حشرات و اینم قابل
میشه اجتناب کرد ازشون با سمپاشی خونه، اینا رو میشه دور کرد. یه نفر از اصلا حیوان دوست نداره، اصلا چه بره توی آپارتمان زندگی کنه که حیوانی نبینه، اصلا هیچ وقت حیوان نبینه. دقیقا مدل آپارتمان ایران میگم. و راهاش هست که چجوری اینا رو دور نگه داریم از محیطمون. خیلی فکر نمی کنم واقعا مشکل حادی باشه کسی بخواد به این دلیل استرالیا نیاد. تاپیک بعدیمون هزینه های انرژی و که خب خیلی ها برای خیلی ها دغدغه است، شاید این موضوع که شاید هزینه های انرژی های خیلی بالاه، چجوری میشه صرفه جویی کرد؟ نظر خودتون چیه در مورد هزینه؟ اینو جزء تاپیک های بعدی های استرالیا گذاشتیم. کلا بعدی کشورهای غربیه و ما که از شرق مهاجرت میکنیم اصلا مفهومی از انرژی ما نداریم که باید چجوری مصرفش کنیم. من استراتژی شخصی خودم دارم، ولی ممکنه خیلی متفاوت باشه از استراتژی بقیه. نمیگم خوب و بد اصلا، من استراتژی شخصی اینه که من نمیتونم از کشور شرقی بیام و تمام اصول صرفه‌جویی کشور غربی رو رعایت کنم. من در مورد شخص خودم دارم صحبت میکنم، به همه کسایی که این کار میکنن احترام میذارم. من تصمیم گرفتم که خیلی انرژی سیور نباشم تو این کشور. با خودم میگم که یکم بیشتر خونمو گرم میکنم، اما بیشتر یه ذره براش کار میکنم که اون افزایششو بتونم جبران بکنم. اما خیلی با نظر من مخالفه. مثلا خود من ترجیح هم اینه که خب نه، من سعی میکنم واقعا سیو بکنم. شاید این انرژی مصرف انرژی که تو ایران داریم، خونه رو گرم میکنیم و پنجره رو باز میکنیم، اگه بخوام اونو اینجا انتقال بدیم خب هزینه ها سرسام آور میشه. ترجیح هم اینه که به جای اینکه کل خونه رو گرم کنم، بیام یونیت های کوچیکتر. یعنی مثلا میگم چرا من شب کل خونه باید گرم باشه؟ برای بچه ها اتاقشون رو گرم میکنم، برای خودم تخت خوابم رو گرم میکنم. اینجا خب هست، اینا دیدید دیگه، اینجا رو تختی هست که برق میزنی. فکر میکنم اگر صرفه جویی بشه، مثلا هزینه گاز اگر صرفه جویی بشه، مثلا میشه این هزینه برق و گاز رو شاید برای یه واحد رسوند توی زمستون به ماهی مثلا 400-500 دلار، ولی اگر صرفه جویی نشه میتونه به 1000 دلار حتی بالاتر هم برسه. ماهی 1000 دلار، یعنی دو برابر میشه اگر این صرفه جویی. ماهی 500 دلار بیشتر میشه، من اینجوری حساب میکنم، میشه سالی 6000 دلار. سالی 6000 دلار در هزینه شما بیشتر میشه اگر رعایت نکنید. حالا بعد ببینیم اون 6000 دلار رو شما چه اپورتونیتی دارین که بیشتر بتونین اون 6000 دلار رو بسازین. تصمیم بگیرید همیشه تو خونه گرم باشین، ولی 6000 دلار پول بیشتری بدین. خب میدونین همین خورده ها جمع شده دیگه. این آره. یه مورده، یعنی شما تو یه مورد اومدی سیو کردید، و اگر خب موارد زیادی از همینجوری خورده میتونه برای کسی که تازه مهاجره و هنوز اینجا استیبل نشده. ما تازه مهاجر بودیم، من این استراتژی رو نشدم. من اون موقع به اجبار صرفه جویی بیشتری میکردم، بعدش تونستم راحت‌تر بشم، صرفه جویی کمتر کردم. ولی خیلی ها هستن که باز حتی راحت‌تر هم که میشن، نمیگم صرفه جویی نمیخوام پول بدن، فرهنگی براشون جا میفته و با اون فرهنگی ادامه میدن. نمیخوان اون 6000 دلار پول بیشتر بدن. چه شما 6000 دلار سیو کنی، دو نفر میتونن با 6000 دلار یه مسافرت واقعا خیلی خوب شما بریم مثلا ژاپن برگردی بیای، میشه دیگه با 6000 دلار آره ژاپن اومد. سیوینگت میتونه به اندازه یه مسافرت به کره جنوبی در سال برات سیو کنه، سال بعد به ژاپن سیو کنه. اینجوری میشه محاسبه کرد اینو. به هر حال هزینه های انرژی تو کشورهای غربی زیاده و اتفاقا توی یکی دو سال گذشته بیشتر هم شده با تورمی که اینجا بوده. اگه کسی نخواد خیلی هزینه انرژی بکنه، باید یاد بگیره که چه جوری اینجا انرژی رو سیو بکنه. درست. و تو همه کشورهای غربی این مسئله مطرحه. خب بریم تاپیک بعدی، لهجه استرالیا. کلا این که یه زبان دیگه، زبان انگلیسی، همه میگن آقا قبل از اینکه میایین تا میتونید وقت بذارید برای زبانتون، ولی حالا باز یه مشکل دومی که ایجاد میشه لهجه استرالیاییه که خودش میشه یه نکته. چقدر برای شما تجربه داشتید تو این زمینه؟ چقدر براتون مشکل؟ خیلی. خب خیلی واقعا لهجه استرالیایی لهجه سختیه، به خصوص اگر که رو تلفن باشه و هر چقدر که افراد ادویکیشن کمتری داشته باشن تو استرالیا، لهجهشون دوباره سخت‌تر میشه، چون از اسلنگ و اصطلاحات بیشتری استفاده میکنن و حرفاشون رو بیشتر میخورن و یه سری واژه های استرالیا واژه های خودشو داره و این واژه ها واقعا سخت میکنه خاصه زبانش رو. برای لهجه استرالیایی خب سخت است.
البته ببینید معمولا حالا حتی شما اگر برید آمریکا، برید کانادا، یعنی کشورها بالاخره هر کدوم لهجه خودشون، یعنی کانادایی ها هم دارن کسایی که لهجه خاص خودشونو دارن، آمریکایی ها هم. آره. ولی خب اینجا یه نکته که من خودم خیلی باش مواجه شدم اینه که به محض اینکه میبینن وقتی شما شروع میکنید صحبت کردن متوجه میشه که شما خارجی هستی و شاید یه مقدار مشکل داشته باشید توی زبان، میان سعی میکنن متعادل تر صحبت کنم. من این تجربه خیلی دیدم. میتونی بخوای ازشون، حتی میتونی بخوای سرعت کمتری صحبت کنی. آره ولی معمولا من دیدم خودشون رعایت میکنن، چون اینجا کشور مالتی کالچورال واقعا تنوع، اصلا بعضی تو این کشور دارن زندگی میکنن زبانشون صفره. آره خیلی دیده میشه، ما مخصوصا شاید کسی که از چین میان اینجا پدر و مادرش، من خیلی دیدم یا همراهان ویزا ها، من خیلی دیدم مترجم داره اصلا یک کلمه انگلیسی بلد نیستن ولی دارن اینجا زندگی میکنن. خوب نیست ما تایید نمیکنیم ولی به هر حال میشه زندگی. آره یعنی میشه زندگی کرد و اینا مسالمت آمیز دارن با این موضوع کنار میان، کاملا هم درک میکنن و خیلی سعی میکنن خودشون رو تطبیق بدن، کمک کنن توی این پروسه. ولی خب به هر حال لهجه استرالیایی دیگه، تلفظای خودشون رو دارن، لغات خودشون رو دارن، اصطلاحات خودشون رو دارن. بعضی وقتا دو تا استرالیایی با هم صحبت میکنن یا توی جمع میرید شاید نمیتونه وارد بحثشون بشه، این خب ممکنه بشه. یه بحث دیگه هم کالچره، یعنی اینا یه خاطرات مشترکی صحبت میکنن که ما در اون زمینه خاطره ای نداریم، اصلا نمیدونیم دارن در مورد چی صحبت میکنن. من فکر میکنم آدم باید وارد بحثاشون بشه، یعنی شروع کنه خودش هم شروع کنه باشون صحبت، چون میگم رات میدن توی بحث، اصلا اینجوری نیست که شما رو دور اصلا پرت بندازن، اصلا باهاتون صحبت نکنن، واقعا دوست دارن معاشرت بکنن. میتاپ به نظرم خیلی خوبه. ما وقتی میایم استرالیا سعی کنیم تو میتاپ هایی بریم که استرالیایی ها باشن. میتاپ یه اپلیکیشنیه که میتونید نصبش بکنیم و تو میتاپ ها خیلی هاش رایگانه، میتونیم شرکت بکنیم. من اومد بودم استرالیا خیلی میتاپ میرفتم، تنیس بازی میکردیم، تیبل تنیس بازی میکردیم، حرف میزدیم، خیلی تاثیر داشت. میتاپ ها خیلی تاثیر داره توی رشد زبان. من یادم اولین باری که اومدم استرالیا یکی توی فرودگاه گفت مایت مایت White, white, white. من دارم چی میگه؟ Good day, mate. Nice to meet you. Chazzy, mate. How are you going, mate? Yeah, good to meet you. Yeah, fine, fine. Everything all right? و افراد مختلف خاطرات زیادی از لهجه‌های استرالیا براشون ساخته میشه. تو استرالیا بخواین نخواین براتون ساخته میشه. یعنی طبیعیه و کارش نمیشه کرد. برای لهجه استرالیایی جزء لهجه‌های سخته. راکاری هم که داره مثلا میتاپ رادیو ای بی سی استرالیا رو قبل از که داریم استرالیا نصب کنیم، گوش کنیم زیاد. اخبارشون رو زیاد گوش بکنیم تا این لهجه به گوشمون زیاد بخوره. تأثیر داره واقعا. آره. وارد بحثا بشیم. نترسیم اصلا از این موضوع. این بعضی وقتا عدم اعتماد به نفس باعث میشه بعضیا خودشون رو وارد بحث نکنن. اینکه شروع کنن صحبت کنن این کمک میکنه بهشون. اوزی دیلی لایف خودمون. چقدر اونجا خانم فردین کالچر استرالیایی و آره اسننگای مختلف اینجا خیلی کمک میکنه اینا رو ببینید، آشنا شدن با این خیلی. اوزی دیلی لایف من همیشه گفتم 50% حداقل شخص رو جلو میندازه، برای اینکه فرق داره. تو وقتی که بدونی فرهنگ کافی شاپ رفتن یا کافی خوردن اینجا چیه، فرهنگشو وقتی بدونی، لغاتشو بدونی، اصطلاحاتشو بدونی، بعد بری تجربه کنی، به مراتب جلوتر میافتی. اوزی دیلی لایف رو نگاه کنید. کلاینتای ویزا پیک، اگه کلاینت ویزا پیک هم نیستید، ترم اولش فیریه، میتونید از سایت ویزا پیک بزنید، دانلودش کنید، نگاهش کنید. فوق العاده است و فوق العاده کمک میکنه به این قضیه. خب تاپیک بعدی اینه که هزینه بالای خدمات. نظر شما چیه؟ آیا واقعا سرویس اینجا گرونه؟ بله سرویس اینجا گرونه، به خاطر اینکه منابع انسانی گرونه. باز با مدل کشور غربیه، بسیار با کشور شرقی فرق داره. اینجا روی منابع انسانی بهای زیادی میذارن. شاید در خیلی از بیزنس ها 50% هزینه های بیزنس رو منابع انسانی شه. این در حالی که تو ایران این درصد تو بعضی از بیزنس ها حتی 10% به کمتره. 10% کمتره. آیا اینجا تو بیزنس های زیادی هست که 50%ش رو منابع انسانی میره؟ مثلا همون ساختمان سازی که یکی از بیزنس های خیلی خب اینجا فعال واقعا این بیزنس، دقیقاً توی ساختمان سازی حدود 50% نیروی کاره. مینیمم 33% روی اینجا بیزنس ها منابع انسانی روشون باید شما هزینه بکنید که عدد بزرگه. بنابراین و یک دلیلش هم رفاه مردمه، یعنی افرادی که اینجا دارن کار میکنن با یه شغل ساده به یه رفاه نسبی میرسن. حالا ممکنه بعضی بگن نه ما مثلا تو کافی شاپ کار میکنیم،
تو رستوران کار میکنیم رفاهی نداریم. بله در نظر بگیرین که کار کژوال معمولی داره انجام میشه، اگه کسی بتونه با اون زندگی خیلی ساده و کف زندگی اینجا هم داشته باشه، باز به نسبت کشور شرقی مثلا کشور خود ما، شما اگه توی یه دونه کارگری کنی توی رستوران یا کار کژوال کنی توی رستوران چقدر میتونی زندگی داشته باشی؟ اصلا پول کرای خونت، کرای خونه که ترس کنم، کرای ماشینت هم در نمیاری. اینطوری مقایسه کنیم، نیروی انسانی در استرالیا گرونه، به تبعش خدمات گرونه و کار فنی هم ولی درآمد بالایی داره. یعنی حتی کسی بسیار. که کوچکترین کار فنی بلد باشه و بتونه حالا دست به آچار باشه اینجا، خیلی میتونه درآمد داشته باشه، از اینکه بابت خدمات پول خوبی پرداخت میشه. نیروی انسانی تو استرالیا گرونه، به نیروی انسانی بها داده میشه اینجا، به کاری که افراد انجام میدن بها داده میشه و برای هر کاری باید پولشو داد. برای همین این مدل غربیه که هم میتونه فرصت‌های ایجاد کنه، هم میتونه تهدیدهای ایجاد کنه توی این مدل. برای همین که هر کسی توی این کشور رو زندگی میکنه، سعی میکنه کاراشو خودش انجام بده، چون اگه بده به یکی دیگه براش انجام بده، باید پول براش هزینه کنه. شما چمن جلوی در خونت رو بخوای بزنی هر مثلا سه هفته یه بار، باید 100 تا 150 دلار حداقل هزینه کنی یکی بیاد برای چمناتو بزنه. میتونی این کار رو نکنی، خودت یه دستگاه چمنزنی داشته باشی، بذاری تو خونت، دستگاه چمنزنی هم میشه با قیمتای پایین خرید، خودت بری چمنه خودتو بزنی، دیگه اون وقت اون پول به کسی نمیدی. تاپیک بعدیمون اینه که میگن تنوع کم محصولات، شما میگم چیزی به گوشتون خورده، میگن شاید خیلی لاکچری، جنسای لاکچری اینجا مد نیست، خیلی اقبال عمومی بهش نیست. نظرتون چیه؟ نمیشه گفت فقط تنوع کم باشد اقبال عمومیه. آره مثلا اینجا یه مبل، مثلا شما میری تو ایران مبل بخری، تنوع مبل خیلی زیاده، اینجا ولی تنوعش خیلی کمتره. ولی شما میتونین لاکچری ترین مبلی که دلتون میخواد اینجا بخری، ولی بله خب باید هزینه زیادی بابت اون پرداخت بکنی. میدونی شاید دقیقاً شاید این باشه که توی خونه های خود استرالیایی که میری واقعا اونقدر تجمل گرایی نیست، خیلی اقبال عمومی به سمت زندگی ساده است. مثلا میری تو خونه همه کابینت ها ساده است، اصلا میبینی همه یک شکل، کلید پریزا همه یک شکل، تو هر خونه ای برید یه مدل میبینی. هست خونه های لاکچری آره، آره هستش، نه اینکه نیست، ولی اقبال عمومی رو داره میگه، یعنی اکثریت جامعه واقعا دنبال اون لاکچری بودنه نیستن. تا حالا چیزی بوده شما بخواید مثلا اینجا پیدا نکنید تو استرالیا، دنبال محصول خاصی باشید که بگید اینجا نبوده؟ بوده، ولی مثلا من رفتم همون محصول رو از آمازون آمریکا اپشو دارم نصب کردم، از آمریکا اومده محصول برام. مثلا یه میکروفونی من میخواستم که تو استرالیا نبود، و میکروفون توی آمریکا بود، من رفتم توی اپ آمازون اونجا سفارشش دادم، از علی بابا و از چین من محصول سفارش دادم. خوبیش اینه که شما دسترسی داری به همه جا. من دوستی داشتم اینجا مبل میخواست بخره، مبلش از ترکیه سفارش داد براش آورده، حتی لباس میخواست، لباسش اینجا همه برندها هست برای لباس و اینها، ولی اون دوستش لباسی رو از ترکیه بیاره. وبسایت هایی هستن که از ترکیه مستقیم لباس میارن، میتونه شخص بره سفارش بده. مدل خرید متفاوته بیشتر به نظر من. درست. نکته بعد اینه که میگن پایبندی بیشتر اندازه به قانون. چقدر قانون بندی اینجا مهمه؟ اینو جزء بدیا گذاشتی یا خوبیا؟ داریم در مورد بدیا صحبت کردیم. پایبندی به قانون بده؟ میدونید نه، پایبندی به قانون خیلی خوبه، ولی خب شاید برای بعضیا میگن این قانون دست و پاگیره برای ما دیگه، مخصوصا کسی که از ایران میاد. خب تو ایران راه‌های فرار از قانون زیاده، ولی خب اینجا خب نه، دست پالشون بسته است. آره به اضافه این که استرالیا رو میگن استرالیا is a heavily regulated country، استرالیا کشوریه که بسیار در قانون تنیده شده و خیلی قوانین روش زیاده. ببین من باید توانمندی اینو داشته باشم که اینکه من از این موضوع بدم میاد رو با اینکه این موضوع به خودی خود بده رو تفکیک بکنم از هم دیگه. ببین من از قوانین رانندگی اینجا خوشم نمیاد، چون من آدمی هم که بد رانندگی میکنم، مشکل از منه، مشکل از قوانین اینجا نیست. قوانین اینجا خیلی هم خوبه، بچه من اینجاست با امنیت بیشتری زندگی میکنه، خودم با امنیت بیشتری، ماشین کمتر به من احتمالش اینه که بزنه اینجا خیلی کمتره تا توی ایران که سالی 17000 نفر تو رانندگی کشته میشن. بیشتر قرقری که من میبینم افراد از قوانین تو استرالیا میکنن اینه که دست و بال خودشون بسته شده و حالا میخوان اینو به عنوان بدیهای کشور بذارن. اینه. نه، این بدیه منه، من نوعیه که رانندگی بد میکنم، میگم اینجا قوانین رانندگیشو خیلی بده، عزیز من باید برم خودمو درست کنم. واقعا من چیزی که تو قانون دیدم اینجا اینه که
تا جزئی ترین مسیرها رو واقعا دیدن، پیش بینی شده و واقعا مسیرهای دور زدن قانون رو بستن. به نظر من مشکل نیست، اصلا قانونمند بودن اینجا کمک میکنه به اینکه زندگی بهتری داشته باشی. ولی در کل وسواس قانون در استرالیا به نسبت کشورهای غربی خیلی بالاست. وسواس قانونشون خیلی زیاده، رو همه چیز اینستراکشن میذارن، رو همه جزئیات اینجا اینستراکشن. اگه بتونیم خودمون رو عادت بدیم به این فضا خیلی میتونه قشنگ بشه، ولی برای ما خیلی سخت عادت کردن. ببین ما از کشوری داریم میایم که خیلی آزاد بودیم. من یه مثالی بزنم شاید جالب باشه. من خودم به شخصه عادت ندارم اینستراکشن بخونم. اینستراکشن خوندن توی این کشورها، اولین کاری که شخص میکنه اینستراکشن میخونه، وارد یه جایی میخواد، وارد یک فضایی میخواد بشه، اول میره اینستراکشن اون فضا رو میخونه. شما خودتون میخونی؟ حالا شما خودت اتفاقا آره، شما بچه‌هات واقعا منو خیلی شما خودت آره خوبی به من همش میگه رضا میرجانی میگه follow the instruction. من این موضوع رو خیلی، چون به هر حال من با مهاجرین در ارتباطم، کسایی که تازه میان و باید یه فرهنگ رو بهشون یاد بدم، یعنی باید بهشون بگم که چجوری اینجا زندگی بهتر داشته باشن، کمتر دوچار مشکل بشن. و برای همین یکی از اولین نکاتیه که من به کسی که تازه میاد همیشه بهش میگم آقا follow the instruction، همیشه سعی کن اون مسیری که جلات گذاشته شده اون قانون دقیقا مو به مو اجرا بکنی، برای خودت مشکل کمتر آره. پیش میاد. حالا گام بعدی اینه که ما instruction میخونیم و رعایت هم نمیکنیم. خود من هم همینطور، نمیخوام خودم رو جدا کنم از واقعا اگه کسی بتونه بیاد تو این کشورها و اینستراکشن همه چیزو بخونه، چون اون با اون فرهنگ بزرگ نشدیم. من الان پسرم وقتی که اینجا به دنیا اومده، وقتی که اسباب بازی وسیله‌ای برای خونه میگیریم، اولین چیزی که میگه اینه که where is the instruction. اصلا انگار هیچ تلاشی براش نمیکنه. ولی ما اینستراکشن نمیخونیم و خیلی چالش داریم و همش میگیم کشور قانوناش زیاده. آقا بریم اینستراکشن خونی یاد بگیریم. درست. خب بریم نکته بعدی، زندگی شبانه. خب نکات منفی که میخوام بپرسم چی برای دوستانی که میان اینجا براشون خیلی گلدرشته و چی به چششون میاد، یکیش همیشه همین بوده که اینجا نایت لایف نداره، اون زندگی شبانه، زود همه جا تعطیل میشه. چقدر به چش شما میاد؟ خیلی. آره. من چون آدم روز نیستم، من آدم شبم و کلا شبا بعد ظهر به بعد حال من خیلی بیشتر بهتر میشه. الان که میبینم اینجا حالم خوب نیست، چون هنوز ظهره اینجا تو استرالیا و زیاد راستش، مخصوصا اول خیلی زیاد. That's it، کارش نمیشه کرد. بعضی هم دوست دارن ها، بعضی هم میگن خب معمولا، البته خب اینایی که دوست داشته باشن میرن تو سابرب زندگی میکنن، زندگی آرومه، خیلی خوبه، واقعا میدونید خیلی برنامه منظم میشه، زندگی آدم روتین میگیره. به هر حال چرا اون دارن زود تعطیل میکنن؟ برای اینکه اون بیزینس هم برای شخص خودش، برای اون زندگی خصوصی خودش ارزش قائله، اون تایم بعد از ظهر به خودشون اختصاص میدن. برای همین همه دیگه کاملا زندگی روتین شده است، میدونن اون تایم رو باید دارن با خانوادهشون بگذرونن. ولی خب به نظرم این هنوز هستش، کسی که میخواد یه مقداری یکم با شلوغی شهر اینا میتونه بره سمت سیتی، اونجا باز یه مقداری شاید بیشتر باشه این زندگی شبانه، مخصوصا آخر هفته. خب دیگه کاملا زندگی شبانه اونجا وجود داره چه نزدیک سی بی دی. ببین من دیدگاهی که دارم تو این موضوع اینه که ببین ما یه توی کشوری بودیم که 24 ساعت اونجا روشن بوده همه چیز و زندگی وجود داشته. خب خیلی سخته که ما خودمون رو به فضای عادت بدیم. من کاملا با شما موافقم که درست اینه که شاید تو 8 بعد از ظهر 9 بعد از ظهر بری بخوابی، استراحت کنی، صبح زود بیدار شی. مدل زندگی غربی واقعا درست تره شاید، ولی خیلی سخته ما خودمون رو به این فضا عادت بدیم. بعد نگاه کن در نظر بگیم ما کانسرن و دغدغه‌های زیادی داریم. ما نمیخوام توجیه کنم، ولی خب من که زیاد کار میکنم، بچه‌هام هستن، کار میکنم و معمولا تا آخر شب خودم درگیر نگه میدارم. ولی نگاه کن بچه‌هایی که توی کشور پهلوی داریم ما زندگی میکنیم، اونی که 5 بعد از ظهر میره خونه کارشو تعطیل میکنه، اگر واقعا این هنر رو داشته باشه که همه چیزو کات کنه، بره به زندگیش برسه، به خانواده‌اش برسه، به بچه‌هاش برسه، خیلی عالیه. ولی من خیلی بچه‌ها رو میبینم 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر میرن خونه‌هاشون، ولی میرن اخبار مثلا نگاه میکنن، میرن اخبار دغدغه‌ها و استرس‌های اونور رو دوباره تزریق میکنن به خودشون، به اینور، همیشه اونور انگار دارن زندگی میکنن. من میگم نظر شخصی من، کسی که این کار میکنه خیلی بهتره که کار کنه. درسته، چون به خودش کمتر استرس داره وارد میکنه.
این بخشش به نظر من چالش بیشتری درست می‌کنه. یعنی شما 5 برزو همه جا خاموش میشه، شما کار تموم میشه، میری خونه، عادت نداری که تو خونه فان داشته باشی و زندگی کنی توی خونت، شروع میکنی چیکار میکنی؟ خودتو وصل میکنی به مبدعی که ازش اومدی و اونجا هم پر از کانسرن و دغدغه است و اون دغدغه ها رو از 5-6 برزو وقت داری تا 12 شب برای خودت سکرول کنی، بگردی، نگاه کنی. خب چه فایده داره؟ حالا من یه دوست دارم کار کانستراکشن بود، میگفتش که ما سر پروژه که میرفتیم، خب ساعت کارمون ساعت 8 صبح شروع شد، 8 صبح که میرفتیم سر کار، میدیدیم این استرالیا حالا تریدای دیگه ساعت 8 صبح که ما میرفتیم سر کار اینا داشتن کافیشون رو میخوردن، معلومه ساعت 6 صبح اومدن 5 صبح اومدن کارشون رو شروع کردن. ما همش یه فاز از اینا عقب بودیم، ما ساعت 11 میشد میخواستیم کافیمون رو بخوریم، میدیدیم ناهارشون رو علم کردن و دارن ناهارشون رو میخورن. ساعت 2 اینطور میشد ما میخواستیم ناهار بخوریم، داشتن میرفتن خونه. من مطمئنم ساعت 5 بعد از ظهر که ما می‌خواستیم بریم خونه تازه اینا داشتن شامشون رو می‌خوردن و دیگه قشنگ یه فاز از ما میگفت جلو بودن اینا. خب این کاملا روتینشون اینه که از صبحشون استفاده میکنن و زودتر میرن خونه به خانواده‌شون میرسن. این برنامه اینجاست، یعنی واقعا همون زندگی غربی که اولا من آدم خوبی نیستم برای مقایسه، به خاطر اینکه من کارم با ایران، همچنان خود شما هم با ایران درگیر هستی، نمیتونی کالا آف کنی 100% خودتو. برای من باز بیشتر اونجا من 85 تا پرسنل تو ایران داریم که باید باهاشون در ارتباط بمونیم، نمیتونیم قطع کنیم. خود شما الان چند نفر از تیمتون تو ایرانه، باهاشون در ارتباطی. من آدم خوبی برای مقایسه نیستم نسبت به کسی که کاملا تو استرالیا داره کار و زندگی میکنه و آف نسبت به ایران. این یه نکته. اما من تجربه شخصی، مثلا من بچه‌هام، مثلا راد وقتی که به هر حال من اشتباهی که میکردم اینه که مدل زندگی اونم شبیه خودم کرده بودم. من اینکه 12 شب یک شب میخوابم، پسرم رو تقریبا با خودم میآوردم جلو. خب صبح کسل بلند میشد، میخواست مرده کودکش رو بره، حالش خوب نبود. این درس رو من گرفتم که ببینید تو اگر میخوای این کار بکنی 8 شب ببر بچه تو، برای بچه من اینجا به دنیا اومده داره مثل اینا زندگی میکنه، نمیتونه هیچ توجیهی براش نیست که 12 شب بخوابه. تو بچه تو ببر ساعت 8 شب بخوابو، یه خاموشی به خونه بده. لیلا هم، یعنی من و لیلا به این نچرسی. بعد که این کارو کردی، بچه خوابید، 9 شب 9 نیم شب که خوابید، حالا تو بیدار شو دوباره، بیدار که تو بلند شو و کارتو بکن دوباره. و این واقعا برای ما یه تغییر خیلی بزرگی بود که اتفاق افتاد، که حداقل بچه‌ها رو خراب نکنیم مثل خودمون روتینشون رو. به هر حال یه نکته هم که دیدم اینا ساعت کارشون که تموم میشه دیگه حتی پیامای کاری رو حتی توهین میدونن، یعنی بعد از ساعت کاری اگر بهش پیامی بدی ازش یه کاری بخوای اصلا خیلی براشون عجیبه و حتی مثلا انگار بهشون ازشون چیز عجیب غریب خواست. این واقعا اینجا دوستانی که میان به این نکته دقت کنن، بعد از ساعت کاری واقعا براشون خیلی مهمه که اون تایمی که تایم خصوصی و خانه پرایوسی خودشون رو داشته باشن. نتیجه گرفتین که زندگی شبانه بالاخره اینجا وجود نداره دیگه، این رو باید بپذیرید. آره شبای تعطیل یکم بهتره، جمعه ها و شنبه ها، چون شنبه و یکشنبه اینجا تعطیله، بس جمعه و شنبه میشه شبای تعطیل اینجا میشه، مخصوصا تو مرکز شهر به نظر من هست تا حد خوبی، ولی قابل مقایسه با ایران نیستش. خب یه نکته دیگه که گفته بودم رانندگی، البته رانندگی یکم صحبت کردیم در موردش توی اون قوانین، ولی خب خود رانندگی چه چالشایی برای شما ایجاد کرده؟ واقعا رانندگی چالش داره. خیلی پوینت های زیادی از دست دادم. اینجا 12 تا پوینت از دست بدیم. گواهینامه‌مون رو 3 ماه یا 6 ماه میگیرن؟ بار اول 3 ماه. 3 ماه میگیرن. تعلیق میکنن. و من بارها نزدیک به 12 پوینت رفتم. البته قوانین ایالت‌های با هم مختلف و فرق میکنن. برای من سخت راستش. من همیشه کنترل سرعت میذارم رو ماشین، ولی همچنان نمیتونم، سختمه. و برای من رانندگی اینجا چالش رانندگی ندارم اصلا، خیلی راحتم، خیلی خوبه همه چیز، ولی من سرعت دوست دارم، من عاشق سرعتم، ولی نمیتونم سرعت برم. به محض اینکه سرعت میری ماشینت یه دونه جریمه $400 $300 میاد در خونه. از اون بدتر اون پوینت منفیاشه، پوینت منفیاش از اون بدتره. ایرانی ها کسایی که حالا اول تازه میرسن اینجا، اولین چالششون رانندگی فرمون سمت راست. خب این یه چالشه، اولش وقتی میان خیلی سختشونه و
ولی به نظرتون چقدر طول میکشه با این موضوع عادت کنم؟ یعنی به نظرم واقعا چیز بزرگی، به نظرتون این نکته بزرگ، نکته بد بزرگی برای من فانه بیشتر. ولی ببین وقتی میگی نکته بزرگیه، ما باید نگاه کنیم که آدمهای مختلف از درجه های مختلفی مسائل نگاه میکنه. یک نفر ریس تیکره، خیلی موضوع براش کوچیک‌تر به نظر میاد. یک نفر ریس تیکر نیست، خیلی براش بزرگه. هر دو دارن درست میگن. از جهانبینی هر کدوم از اینا نگاه کنی، هر دو دارن درست میگن. برای من مشکلی باهاش نداشتم، با اینکه من یه تصادفم کردم. یعنی اومدم استرالیا، هفته اول رفتم ماشین کرایه کردم. اشتباهم این بود که ماشینمو بیمه نکردم. $30-40 بیشتر میگرفت بیمه میکرد، من ندادم. گفتم بیمه چیه، ولش کن، اشتباه. رفتم که ماشینمو پارک کنم، تحویل طرف دادم. داشتم اعتماد خودشم اونجا وایساده بود، کسی می‌خواست ماشینو من تحویل بگیره. اومدم پارک کنم. خب من ما دنده عقبا رو تو ایران چجوری می‌گیریم؟ اینجوری می‌کنیم دیگه. سمت چپ می‌شینیم تو ایران. آره تو ایران خاصه. اینطوری می‌کنیم دیگه. آره. دنده عقب می‌کنیم، اینجوری می‌گیریم. وقتی شما اینجا سمت راست می‌شینی، برای من اینجوریه. من مثلا سال 6 ماه چه شاید حتی بیشتر دنده عقبا هم چون اینجوری از این بغل شما هم اینجوری بودین؟ نه من نمیتونستم این بری کنم. من کلا تنظیم کردم دیگه، با آینه تنظیم کردم دیگه، برنامه چون یکی دو بار از این برایش دیدم خبری نیست، من تنظیم کردم تو آینه. چالش بود، من همش این بری نگاه میکردم. فان بود ولی من برام یه سر سخت بود این آداپته شدنه. فکر میکنم سریع اتفاق میفته. من اکثر کسایی که دیدم بعد از یکی دو ماه، توی اون یکی دو ماه انتظار سوتی دادن رو داشته باشید، طبیعیه واقعا. باید سعی کنید امیدوار باشید که این سوتی کمتری بدید، سوتی کم خطرتری بدید، ولی همه سوتی دادن و تو رانندگی حتی اینجا اگر دیده باشید توی مسیرهای حتی خروجی بزرگراه‌های تابلو قرمز زدن که wrong way go back، یعنی این انتظار دارن که این اتفاق بیفته. من رفتم و این اتفاق میفته. فقط من چیزی که به همه میگم اینه که شما وقتی میای توی اون یکی دو ماه اول تا تطبیق کنید با این موضوع، زمان رانندگی تمرکزتون رو رانندگی باشه. چون ما توی ایران اینجوریه، شما وقتی رانندگی میکنی یهو به خودت میای میبینی رسیدی مقصد. این یه خطره توی استرالیا، مخصوصا توی یک دو ماه اول. یعنی شما اگر برید روی فکرتون، برید به چیز دیگه ای فکر بکنی و از اون تمرکز بیاید بیرون، برمیگردی به تنظیمات کارخونه و خدای نکره ممکنه یه مسئله اشتباه، یعنی بری اون بای دیفالت بری یه مسیری رو که خیلی جالب بود. من دقیقا اینجوری بودم، یعنی من برای هم سختم بوده. بس من موقع رانندگی اصلا تمرکز به رانندگی نداشتم، به هیچم فکرم بیرون بود یا به چیز دیگه ای فکر. آره این کامل. برای اول خطره، یعنی باید حتما اون یکی دو ماه اول تمرکزتون رو سعی کنید همیشه به رانندگی فکر کنید تا این عادت کنید دیگه. بعد از یه مدت، بعد از یکی دو سال مخصوصا که بیشتر هم که میشه دیگه، میشه به خودتون میای میبینی رسیدین، هیچ خلافی هم انجام، هیچ اشتباهی هم انجام ندید. من چند تا نکته در مورد رانندگی بگم. اولا من گواهینامه رانندگیمو 5 بار فیل شدم. 5 بار فیل شدم چون حتی موقع آزمون رانندگی من باز تمرکزم اونجا تو اون لحظه نبود. شما فیل شدین یا نه؟ من نشدم. و یه چیز دیگه که بر تجربه شخصی من بود، من با خودم آخر گفتم ببین خطهای روی زمین رو به عنوان دیوار ببین. یعنی مثلا یه خطیه، تو فکر کن دیواره، بس از روش عبور نکن، چون اگه عبور کنی میخوری به دیوار. این به من خیلی کمک کرد. یک کار دیگه که من میکردم، من چون من تو رانندگی اصلا هیچ استعدادی ندارم واقعا، فقط بعدم تون برم و جریمه بشم. یک کار دیگه که من میکردم این که با خودم مدام به خودم میگفتم که از چپ برو، از چپ برو، از چپ برو، از چپ برو، از چپ برو. اینو مدام با خودم موقع رانندگی تکرار میکردم که نرم اون یکی لاین. چون یکی لاین چالش بود. مثلا شما اینجا از کوچه میای بیرون، میخوای وارد خیابون اصلی بشی، بای دیفالت کاری که مثلا یکی دو بار من این کارم کردم، خیلی میپیچی تو لاین. آره اینجوری میپیچی میری تو لاین، در حالی که باید بری تو جلو و بعد این که من به خودم گفتم چپ، اینجا اگه ببینم که راست میشه دیگه ببین چپ، اینطوری میرفتم و این خیلی به من کمک میکرد. حالا من یه نکته اینجا بگم، حتی من اینو به کسایی که میخوان تازه رانندگی بکنن، شاید چیزی بود که خودم این کارو کردم و خیلی کمکم کرد، به چند نفری هم که گفتم خیلی کمکشون کرده. من همیشه بهشون میگم چون دقیقاً چالش کجاست، اونجایی که شما میخوای وارد از توی خیابون خلوت وارد یه خیابون کوچه خلوت دیگه بشی، ماشینا دیگه نیستن، چون توی خیابون پرتردد شما پشت ماشین جلوی میرید. اینجا بهشون میگم که شما همیشه سعی کنید وقتی دارید رانندگی میکنید بغل خط وسط باشید. شخص راننده بغل جدول نباشه. هر وقت شما بغل جدول بودید بدونید دارید اشتباه رانندگی میکنید. شما اگه بیای تو لاین اشتباه رانندگی کنی بغل کجا میافتی؟ بغل جدول میافتی. بس با اون چیزی که من میگم که درسته دیگه. نه دیگه شما بدونید چپ،
خب دیگه شما وقتی چپ میری تا جایی که میتونی برو چپ و از چپ رانندگی. چپ رانندگی بکنید، راننده خط وسط بغل خط رانندگی کنه، نه بغل جدول. جدول اون سمت شما. اگر شما بیای کنار جدول رانندگی کنه و خط اون ورد بشه، تو لاین اشتباهی قطعا. این نکته ای بوده که حالا شاید توی رانندگی به این موضوع دقت بکنید. یکی دو بار من به چند نفری که گفتم خیلی کمکشون کرد، به خود من خیلی کمک کرد این موضوع. که داری رانندگی میکنی مخصوصا توی میگم خیابونایی که یه لاین رفت داره یه لاین برگشت، شما اگر کنار جدول بودید و خط وسط خیابون اون طرفتون بود، بدونید دارید اشتباه رانندگی میکنید. همیشه شما باید کنار خط وسط باشید و جدول اون طرفتون باشه. آها متوجه شدم، متوجه شدم الان، متوجه شدم. یعنی شما سمت راستت نباید جدول ببینی. ببینی دقیقا سمت راستت نباید که جدول رو ببینی. میتونیم اینجوری بگیم بس سمت راست جدول نبین، سمت راست جدول نبین، سمت راست جدول نبین. میتونیم سمت راستت خط رو ببین. آخه تو اتوبان باشی سمت راست سمت آره دیگه تو معمولا گفتم دیگه گفتم توی خیابون، چون تو اتوبان که مسیر رو میری. بس بعد بگیم تو خیابون سمت راست جدول نبین، تو خیلی طولانی ولی تو اتوبان میتونی سمت راست جدول ببینی. باید تکرارش کنیم. یه راکته دیگه تو رانندگی اینه که خیلی خب اینا واقعا چون طبق قانون همیشه رانندگی کردن، اصلا انتظار ندارن کسی خلاف بکنه، کسی بپیچه جلوشون، یه وقتی یهو کسی لایی بکشه یا خط وحش تصادفای وحشتناک اینه، چون طرف حق تقدم، یعنی طرف وقتی میدونه مسیر مال اینه گازشو میده میاد و اگر یکی بپیچه جلوش تصادف شدید اتفاق میفته. چون اون کنترل رو فرمونی که ما تو ایران یاد گرفتیم و اینا آره، اصلا ندارن، سریع پنیک میکنن، میترسن، اصلا انتظارش هم ندارن، اصلا انتظار ندارن و واقعا مهارت اون مهارتایی که ما تو ایران رانندگی کسب کردیم واقعا خارق العاده است. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن من یه لایو رانندگی با علی آقا داریم که حتما نگاه کنید، خیلی لایو جالبیه و دیگه تو رانندگی و دوربین گرفتیم و داریم همزمان با رانندگی صحبت میکنیم، به نظرم بد نیست. خب بریم سر پوینت بعدی، نجات پرستی. نجات پرستی دیدین تو استرالیا؟ آیا واقعا چیزیه که به چشم شما اومده باشه تو استرالیا؟ من جای مختلف گفتم، شخصا واقعا صفر مطلق بر من شخصا، ولی شنیدم کسایی که میگن مثلا با یه نفر صحبت میکردم خیلی نجات پرست بود. شما چی؟ تجربه شما چیه؟ نه من به شخصه تا الان یعنی برخوردی با هم نبوده که این حسو بکنم که مثلا شهروند درجه دو هم یا من یه مهاجرم که اومدم اینجا. من تا الان خودم به شخصه نداشتم یه همچین تجربه‌ای که نمیدونم، شاید اینجا حتی کسایی که خودشون رو عضو میدونن اگر بخوایم برگردیم نگاه بکنیم پدر مادرشون مهاجر بودن. این خیلی ها اینجوریان که حتی خودشون رو کسایی هم که عضویان خودشون رو یه جوری مهاجر میدونن و انقدر بر مهاجر زیاده که دیگه براشون عادی شده. یعنی طرف نمیاد شما را بسنجه ببینه مهاجری یا عضی بعد حالا برخوردش رو بر اساس اون عوض بکنه، انقدر زیاده که بخواد این کار رو بکنه باید هر روز خب دوچار چالش بکنه خودش. برای همین دیگه فکر میکنم با این موضوع کنار اومدم و من اصلا نمیبینم، ندیدم. حالا شاید تک و توک باشه واقعا جاهایی که شاید توی شهرهای کوچیک‌تر، جاهایی که تعداد اوزیها بیشتره و تعداد مهاجرین کمتره، شاید اونجاها این موضوع مثلا بیشتر دیده بشه. من نمیدونم، واقعا تجربه‌ای نداشتم. ببین چند تا مسئله اینجا مطرحه که باید به نظرم دیده بشه. یکی این که ما وقتی بحث از نجات پرستی می‌کنیم، اخبار ممکنه یک خبر نجات پرستی رو گفته باشه و بولدش کرده باشه، به دلیل اینکه اخبار اینجا اخبار آزادیه و مسائل مطرح میکنه و شما میبینید مثل گربه‌ای که از درخت میفته زمین و دارم اقراق میکنم ولی پاش میشکنه اخبار اعلام میکنه دارم اقراق میکنم. لول خبرها لول خبرایی نیست که همش توش مسائل انسان‌ها باشه، درگیری انسان‌ها باشه، مشکلات بزرگ باشه، سیل و آتش سوزی، اینجوری نیست. برای همین خبرهای کوچیک بولد میشه اینجا. حالا وقتی متداول نیست، یه اتفاق میتونه خیلی به نظر بیاد، به چشم بیاد. چون واقعا به نظر من متداول نیست نجات پرستی اینجا. چیزی نیست که. اصلاً متداول نیست. همونطور که شما گفتیم ممکنه در یک روستایی یک شخصی اونم نه شاید حتی نشه اسمش نجات پرستی گذاشت. تعصب به
به حال چون دیدش محدودتر به دنیا، تعصبات بیشتری داره نسبت به اون شرایط که توش بزرگ شده، واقعا نجات پرستی نداره، تعصب بیشتری داره. یه نکته دیگه هم که به نظرم باز باید تو این مسئله ببینیم اینه که ممکنه مثلا شما وارد شرکتی میشین، تو اون شرکت در مثلا بخش منیجمنت شرکت، تو لول های لول شرکت، استرالیایی ها به واسطه دانش بیشتری از فرهنگ دارن بتونن بیشتر رشد بکنن در لول های بالا. ما داریم مهاجرایی که خیلی رشد میکنن و میان لول های بالا رو میگیرن، ولی اونجا کالچر، زبان آمیخته میشه به مسئله. مدت طولانی که کار کردن اونجا نگاه بکنید، بعد اونا وجودشون، زندگیشون تو این کشور بوده، با من فرق داره مدلشون. و ما باز اسم اینو نمید بذاریم نجات پرستی بذاریم، اون کالچر قوی تری از این کشور میدونن، نجات پرستی نمی کنن، بیشتر دانش دارن. و فکر کنم سابقه طولانی مدت داره، طرف 20 سال اینجاست، با مهاجری که 5 سال اومده خب قطعا اون تجربه کاری مدیریتی بالاتری داره، 20 سال داره اون تو اون سطح کار میکنه. ممکنه همسن باشن، هر دو نفر 40 ساله باشن، ولی یه شخص استرالیا 20 سالگی رفته توی اون پوزیشن شروع کرده کار کرده، رسته به مدیریتی، نسبت به کسی که 5 ساله تازه اومده. خب اینجوری شاید بشه اینجوری بیشتر دیدش. ببین مثالشو میزنم. آره مثالش اینه که مثلا بچه من که توی استرالیا به دنیا اومده، اگر که 20 سالش بشه بره توی شرکتی کار بکنه، دیگه با اینکه ظاهرش برای میدلیس هستش و بور نیست، استرالیایی نیست، ولی اصلا دیگه این مسئله درش مطرح نیست. یعنی دیگه ظاهرش ملاک نیست. این میشه نجات پرسی. فرهنگ اینجا رو میدونه، اینجا بزرگ شده، تمام کالچر اینجا رو میدونه، اینجا خاطره داره و تو شرکت میره تا هر جایی که دلش بخواد تو لولای بالای شرکت میتونه بره. این بیشتر ریشه‌ای بحثش، میدونید، بحث نجات پرستی نیست. طرف میره توی شرکتی، من دیدم بچه‌ها میرن نمیتونن از یه لول به بالا برن یا خیلی دیگه براشون سخت میشه، بعد میگن اینا نجات پرستن. نه، اینا نجات پرست نیستن، اینا کالچر رو میدونن و عمیق درشون کالچر وجود داره. بچه شما میتونه بره توی این کشور نخست وزیر این کشور باشه، بچه شما میتونه این کار بکنه، ولی شما نمیتونه، خیلی سخته برای شما که بخوای این کار بکنی. من فکر میکنم آوردن نجات پرستی تو جزء معایب استرالیا تقریبا میشه گفت خیلی پایین باشه، چون اصلا کسی که میاد تو استرالیا، یکی از خوبیای استرالیا اینه که میگن خیلی مردمش برخورد دوستانه ای دارن. شما همیشه حتی برای اروپایی‌ها، این من دیدم کسی که از اروپا اومده اینجا و لبخند روی لب مردم استرالیا براش تعجب برانگیز بوده که چرا اینقدر مردم شما میخندن، تو خیابون هم میرید و میایید. یعنی فکر کنم انقدری که اون سمتش زیاد هست، اصلا نجات پرستی معیارش خیلی کمه. ببین دوستا، جهان بینی مهمه. باز دوباره بعضی از آدما دوست دارن که به خودشون تایتل بزنن. مثلا شما میری یه جایی داری یه کار رو به راه درستش انجام نمیدی، اون تیکر شما در صحبت اسکیپ میکنه، دیگه در موردش صحبت نمیکنه. بعد یکی میاد بهت تذکر میده که استرالیاییه، میگه اینا نجات پرستن، تو دوست داری تایتل نجات پرستی رو بگیری به خودت، به خاطر که راه درست رو نمیری و بعد میگه اینا نجات پرستن. خب تو اصول رو رعایت نمیکنی. خب آخرین نکته که میخوایم بحث کنیم سیستم درمانی. من که قبول دارم خودم، یعنی به نظرم واقعا سیستم درمانی اینجا شاید کندن، یه روال خاصی داره، که خیلی کندن، خیلی کندن و یه روال خاصی داره پروسه. شاید برای ما ایرانی ها، خب ما ایرانی ها هر وقت تصمیم میگیریم بریم متخصص در دسترسمون، با یه زنگ قرص و میکنیم، آره کپسول و مسکن، اینجا نه، یه پروسه طولانی و آره خیلی در سر داره. و خیلی جالبه برام که همون هیوی رگولیتری که دارن توی سیستم، این که شما اینجا بخواید پزشک بشید، یه کسی که حتی پزشک متخصص تو ایران میاد اینجا بخواد توی این سیستم درمانی بشه، چقدر پروسه سختی داره. ولی از اون طرف سیستم درمانیشون به اون خوبی نیست که توی جذب پزشک و اینا دارن، یعنی اینقدر که اونجا سخت گیره، اینقدر واقعا از این طرف رسیدگی به بیمارشون. البته ببینید رسیدگی به بیمار وقتی شما میرسید پاتون به در، اگر واقعا ببینن شما اورژانسین، رسیدگی خیلی میره بالا، اون استاندارداشون خیلی فرق می‌کنه، ولی واقعا باید تو یه حدی باشی که تشخیصت بدن اورژانسی. مریض الکی نه، ناز مریض نمی‌کشن اصلا. آره اگر الکی مریض الکی باشی و بخوای برید، نازتو نمی‌کشن، ولی وقتی ببین چند تا مسئله اینجا مطرحه.
سیستم درمانی تو کشورهای غربی، استرالیا کنده، من به شما میگم کانادا از استرالیا هم کنده، من به شما میگم آمریکا از آمریکا سیستم درمانی قوی تری داره اما ساپورت های کمتری داره. شما باید پول بدی برای سیستم درمانی. تو استرالیا شما پولی نمیدی برای سیستم درمانی، در نظر بگی کلش رایگانه. بله، برای کسی که پیار شهروند بشه، برای کسی که پیار شهروند بشه، برای هر کسی که میاد اینجا یه روز پیار شهروند چی میگه. و کند، اگه مریض باشی بخوای بری یه دکتر واقعا یه ذره دردسر داری، بیمارستان بری خیلی دردسر داری، باید خیلی نگرانت دارن، خیلی باید صبر کنی. و برای ما یکم از حوصله خارجه، یکم طولانی میشه پروسه‌ی درمان. البته مثلا میگم حالا شما هم تجربه فرزند به دنیا آوردن اینجا همسرتون داشتن، حتما دیدید کسایی که اینجا بچه‌هاشون به دنیا اومدن میگن خیلی بی‌نظیره این پروسه. آره، فوق‌العاده است. ببین شما اون لحظه زنگ می‌زنی به بیمارستان که من کیسه‌ام پاره شد، خب از قبل شما تحت نظر هستید، بهت میگن که خیلی جالبه، اصلا حتی اون لحظه هم عجله نمی‌کنه، میپرسه ازت سوال میپرسه، بهت میگه که مثلا 4 ساعت صبر کن، اگه دردی که نمیتونی تحمل کنی بیشتر صبر کن و دیرتر بیا بیمارستان. خیلی جالب. به هر حال تو میتونی اون لحظه بگی من میخوام بیام، من نمیتونم صبر کنم، میتونم صبر کنی بعد بری. وقتی که میری واقعا اونجا یه نفر وایساده در اتاق برات باز میکنه، میری داخل روی تختی که میخوای زایمان کنی دراز میکشی، در بسته میشه، کار شروع میشه. اینقدر ارگانایز میتونم بگم حتی 1 دقیقه وقتی تلف نمیشه. تازه شما اگر که زایمانت تو بیمارستان خصوصی انجام بدی که خیلی مست باز دوباره لاکچری تر میشه همه چیز، که اصلا واقعا نیازی هم نیست. بیمارستان عمومی اینجا فوق العاده مجهز هم. من میگم پشتش حساب کتاب هست. آره. یا مثلا بچه وقتی که ما میبریم بچه مریض میشه. آره، سرعت پروسه خیلی متفاوته. خیلی متفاوته. ولی اگه آدم بزرگ هستید و مریض میشید، دوست دارید یکی ناز و عداتون رو بکشه، از جمله خود من یه ذره اینجوری بودم الان بهتر شدم، کسی تحویل نمیگیره اینجا اگر واقعا درست چالشی داشته باشید. خب تمام شد، یه گفت و گفت خوب داشتیم با شما. بدی های استرالیا رو هم شماردیم. آره، هیچ خوبی هم نداشت. آره، همه اینا به هر حال اینا نکاتیه که هر کسی که میخواد بیاد اینا رو تو گروه ها میشنوه، تو جمع ها میشنوه، بد نیست که یه به هر حال تجربیات و نظرات مختلف در موردش گوش کنه و دیگه تصمیم گیری با شما. بالاخره شما میایید اینجا، قطعا بعد از این مدت شما هم نظر خودتون رو دارید در مورد تک تک این موارد، میتونید ساعت ها گفتگو کنید و نظراتتون رو بگید و ممکنه با نظراتی که ما دادیم متفاوت باشه. آره، بر مطرح میشه و خیلی جهان‌بینی آدم تو دیدن این بدی‌ها میتونه تاثیرگذار باشه. سوال من اینه کجای دنیا رو من میخوام انتخاب کنم برای زندگی؟ آیا جایی هست که من برم اونجا من نتونم یه لیستی از بدی‌هاش در بیارم؟ اگه هست خیلی خوبه، ولی اگه استرالیا رو ما اعتقاد داریم که یکی از بهترین کشورهای دنیا برای مهاجرت هست و یک کشور بزرگه با 25 میلیون جمعیت، یک کشور ثروتمنده استرالیا، این لیست بدیهاشه، بریم ببینیم کجا این لیست بدیه رو اصلا نداره، وجود نداره، جایی وجود نداره. برای همین این لیست وجود داره، لیست خوبی‌ها در کنارش هست، بدیه‌ها رو می‌شناسیم، سعی می‌کنیم اثرش رو کم کنیم، خوبی‌ها رو متمرکز میشیم روی خوبی‌ها. حالا ما یه ویدیو در مورد خوبی‌های استرالیا هم به نظرم یه بار بگیریم. آره، اگه موافق باشید. حالا جالبه که اول از بدیه‌ها شروع کردیم. شاید خیلی‌ها دنبال بدیه‌ها هم. نمیدونم چرا، میخوام نکات منفی رو ببینم و بررسی بکنم. خب ممنون هاکو، مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. انشالله توی برنامه بعدی رو موضوعات دیگه صحبت میکنیم. حتما. دوستان ممنونی که با ما همراه بودین، کانال ما رو سابسکرایب بکنید در یوتیوب که در جریان برنامه بعدی قرار بگیرید. همین جانی لطف کردین و خدا حافظ. خدا حافظ.